همونطوری که استعذار دارید امروز از موضوعات مهم جهانی به خصوص منطقه‌ای با توجه به شرایط سیاسی منطقه ما ترانزیت و حمل و نقل یکی از موضوعات بسیار مهم و تعیین کننده است در توسعه کشورها، در صادرات و واردات کشورها و بسیار مهم و تعیین کننده است. بنابراین این اجلاس امروز دیروز جلسات کارشناسی اجلاس برگزار شد و موضوعات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت. امروز هم اجلاس عمومی برگزار شد، وزرا و نمایندگان محترم به ایراد سخنرانی پرداختن و اساسا تصمیمات بسیار خوبی هم در اجلاس کار در گروه کارشناسی و تصمیمات وزرا گرفته شد که این اجلاس هر 6 ماه یک بار برگزار بشه، دبیرخانه براش ایجاد بشه و 4 موضوع اصلی در واقع ما تقاضامون بود از وزرا و هیئت نمایندگی کشورهای شرکت کننده در این اجلاس، این که اولا در واقع ما مسیر گمرکات رو دیجیتالی و سبز کنیم تا جلسات آینده، دوم مسئله ویزای دستندرکاران ترانزیت رو که اهم از رانندگان، لوکوموتیو رانان و کسانی که در حوزه ترانزیت دستندرکار هستن حداقل ویزای 1 ساله کشورها در واقع دریافت کنند، و موضوع بعدی در حقیقت یکسانسازی که بسیار مهمم هست، یکسانسازی تعرفه هاست بین کشورهای مختلف، و موضوع آخر هم که همه کشورها به دنبال اون هستیم توسعه بخش ترانزیت هست، چون ما بسیاری از در واقع با حجم باری که امروز در منطقه پیش بینی میشه نشون میده که در زیر ساختهای ترانزیت کشورهای مختلف از جمله خود کشور ایران در حقیقت کامل نیست. هم در واقع تلاش کنیم که زیر ساختهای کلیدورهای شمال و جنوب و شرق و غرب رو تکمیل کنیم و همین که ناوگان رو در واقع نوسازی بکنیم. ایران امروز از ظرفیت بسیار بسیار بالا به لحاظ ژئوپلیتیکی میتونه در حوزه ترانزیت نقش مهم و تعیین کننده ای داشته باشه که ما 4 کلیدور حداقل ریلی از شمال و جنوب داریم و 4 کلیدور در واقع جاده ای و آزادرایی از شمال به جنوب داریم و همینطور شرق و غرب که میتونه بسیار نقش تعیین کننده ای در منطقه برای حوزه ترانزیت داشته باشه که با کشورها ما از دیروز و امروز جلسات 2 جانبه 3 جانبه داشتیم و توافقاتی رو انجام دادیم که بعد از ظهر هم با وزیر محترم روسیه و آذربایجان جلسه سه جانبه وجود داره که بتونیم در واقع موضوعات فیما بینی که وجود داره رو برطرف کنیم.